اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما مؤمنین. خب از این فرصت هایی که در حقیقت فرصت ها از دست ما می رود، می خواهم از این فرصت ها استفاده بکنم و کسانی که علاقمند باشند خب پیگیری بکنند، کسانی که نه خب می توانند نبینند. الان من در مسیری هستم که بچه ها رو میخواییم از مدرسه بگیرم، گرچه مدرسه و مکتب دولتی در نزدیکی خانه ماست که حتی با پای پیاده میتوانن بچه ها برن، ولی چون مکتب غیر اسلامی است ما اونها رو گذاشتیم در یک مکتب اسلامی شیعی، با اینکه یک پول هنگفتی پرداخت میکنیم و سالانه حدود 5-6 هزار دلار ما برای دو تا بچه های خود میتیم و هر روز حدود نیم ساعت رفتن نیم ساعت آمدن، یعنی در مجموع روز 2 ساعت من باید برای بردن و آوردن اونها رانندگی بکنم، ولی همه اینها را به خاطر حفظ ایمان اونها، نه حفظ علم اونها، حفظ ایمان اونها، این کار را به عنوان یک پدر انجام میدهم و از همه مؤمنین هم میخواهم که خیلی به فکر فرزندانشان باشند. این کشورها کشورهای خیلی لغزنده است و خیلی سریع بچه ها خدای نخواسته از راه منحرف میشوند. مایی که 40 ساعت در هفته بچه ها را میگذاریم در بالاخره در مدرسه، مهد کودک و محیط های مستقیم آموزش، خب اونها فرهنگ غربی را یاد میگیریم. نمیگیم که فرهنگ غربی بد هست همش، اما بر ما ساخته نشده. اونی که ما باید حفظ بکنیم فرهنگ اسلامی خودمان هست. این مقدمه را عرض کردم که یک توصیه هم باشد. اما بحثی را که امروز بعد از نماز ظهر خدمت مؤمنین ارائه دادم، ولی نظر به کم بوده وقت نتوانستم اون رو تکمیل بکنم و انشالله شاید فردا به نحوی اون رو تکمیل کنم، درباره ثوابهای عظیمی که در ماه مبارک رمضان در کتب احادیث آمده است. واقعا ثوابهای عظیمی که افرادی مثل من نمیتوانند اون رو هضم بکنند و خیلی هم که اعتراض میکنند که این همه ثواب، ولی وقتی سندهای این حدیث ها رو میبینیم و فضل و رحمت الهی رو نگاه میکنیم، میبینیم نه، این ثوابها پیش خداوند، این اجر و مزد چیزی نیست. وقتی که پیامبر گرامی اسلام در خطبه شعبانیه میفرماید و انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده، نفس زدن شما حکم تسبیح را دارد. این خیلی مهم هست. ما غیر ارادی نفس میکشیم. گفتیم حدود بیش از 20-20 و چند هزار نفس ما در طول روز غیر ارادی نفس میکشیم. همه ثواب تسبیح هست و حالا عرض میکنیم که هر نفس مثلا ثواب یک سبحان الله گفتن و هر سبحان الله ثواب ثوابش یک درخت بهشت، درختی در بهشت خداوند بر انسان غرس میکند. ولی باید متوجه بود، بله خداوند همه اینها را عنایت می‌فرماید به شرطی که ما بتوانیم اونها را نگه داریم و حفظ بکنیم. و بعضیا میگن چطوری با یک صلوات، با یک دعا و چنانچه عرض کردم با یک خواندن قل هو الله احد که 50 حرف دارد، خداوند به برکت این سوره گناه 50 ساله انسان را می آمرزد.
خیلی ها میگن، اعتراض میکنن، میگن اینها احادیث جعلی است، نمیشود همچین چیزی. ما عرض میکنیم نه، حدیث حدیث جعلی نیست، این احادیث احادیث معتبری است و بر علاوه که علمای بزرگ ما اینها را تأیید فرمودن. ولی این اعتراض و انتقاد شما هم به جا هست. مثلا شما میگید یک نفر این همه ظلم کرده است، گناه کرده است، قتل کرده، فحشا انجام داده. عرض میکنیم بله، حق الله را خدا میبخشد، ولی حق الناس را ما باید مواظب باشیم. یک داستانی را به عرض برسانم، داستان خیلی جذابی است و درس‌های بزرگی است، و این هم داستان واقعی است که یکی از اساتید ما خودش این رو عملاً دیده بود و ایشان هم آدم کوچیکی نیست، به اسم علی اصغر قائمی. شما اگر اسم علی اصغر قائمی را در اینترنت سرچ بکنید، از کارشناسان رادیو معارف هست، استاد ما بود و الحمدلله الانم در قید حیات هستند، یکی از علما و بزرگان و مدرسین حوزه علمیه قم که خیلی فعالیت کرده ایشان. ایشان می‌فرمود این داستان رو من از زبان بعضیا شنیده بودم، ولی خودم حرکت کردم و رفتم در اون شهر، در اون روستا، و اون شخص را پیدا کردم و از زبان خودش این داستان را شنیدم و بر اون شخص هم گفتم که میخواهم این را بنویسم یا جایی بگم، خوب است که من از زبان خودت بشنوم. داستان اینطور هست که استاد ما میگفت وقت من رفتم و این را از زبان خودش شنیدم، یک پیرمردی شده بود. این پیرمرد اینطوری نقل میکند که من در ایام جوانی و نوجوانی بر اثر فقری که داشتیم خانوادگی شروع کرده بودم به دست فروشی، به اصطلاح افغانی سوداگری یا هر چیزی، که یک مقدار اجناس رو میگرفتم در شهر و ده و جاهای مسکونی مردم میرفتم و میفروختم، باز میامدم. همینطور این کار را ادامه دادم تا یک مقدار در این کار وارد شدم. در یک روستایی یک وقتی من وارد شدم، دیدم که یک دورگرد دیگه هم هست، با این بالاخره سلام علیکی و صحبت، و دیدیم آدم خوبی است، با این رفیق شدیم. بعد گفتیم که کار هر دوی ما یکیست، بیا یک کاری بکنیم که هر دوی ما شریک بشویم و بریم اجناس خوب و به قیمت ارزان تهیه بکنیم، انبار بکنیم و دهاتها و روستاها و به تعبیر ما قریه ها را تقسیم بکنیم، بگیم خب تو در فلان قریه برو، من در فلان قریه میرم. اینطوری خب این بالاخره شراکت خیلی خوب است و یکی از ضعف‌های اقتصادی کشورهای اسلامی این است که شرکت‌های بزرگ نیست که سهام در اون باشد و اعتماد کلاً از بین رفته، در حالی که اقتصاد جهان روی شراکت هست، روی سهم است. این چیزی که از بین ما، مخصوصا از بین مسلمانان و خاصا از بین مؤمنین از بین رفته و مسجد را فقط خانه عبادت قرار دادن، در حالی که اون خانه اقتصاد هم هست، خانه سیاست هم هست، خانه اجتماع هم هست، همه چیز ما باید در اونجا باشد، که متاسفانه غیر از قرآن و دعا و نماز و همون بخش عبادیش دیگه ما چیزی از اون استفاده نمی کنیم، در حالی که باید مسجد جامع که جمع کننده مؤمنین هست یکی از کارهایش اقتصاد باشه، یعنی مؤمنینی که در اونجا جمع میشوند خب از بهترین افراد هستند،
لذا اینها با هم شرکت های بزرگ اقتصادی درست بکنن. خب اینها شراکت کردند، یک مدت زیادی با هم کار کردند و به یک سرمایه و نان و نوایی رسیدند. این پیرمرد میگفت دیگه من بعد از یک مدت زیادی که پا به سن گذاشتم دیگه خسته شدم از این که پیاده روی کنم از این دهات به اون دهات و فروش و خرید و نسیه و اینها. بالاخره از این سرمایه که به دست آورده بودم گرفتم و یک مغازه درست کردم در همون دهات خودمان که همین الان اون دهات یادم رفته، اگر در پایان کلیپ یادم آمد میگم، وگر نه در کامنت شاید بنویسم. رفتم و مغازه درست کردیم و تمام شد. با این شریکمان هم صحبت کردیم که دیگه من دست از شراکت بر میدارم. سالها با هم خوب بودیم، رفیق بودیم، کاری هم کار خوبی کردیم، کاری با برکت بود، حساب کتاب هم کردیم، تمام شد، خلاص شد. با هم به تعبیر افغانی بغل کشیام کردیم، روبوسیام کردیم و تمام شد. سالها از این قضیه گذشت و من طبق این که هر یک ماه، دو ماه، سه ماه بعد که نیاز به خرید داشتم می آمدم به اصفهان، چون این دهاتشان حوالی اصفهان بود، و خرید می کردم. برای خرید یک شب، دو شب، بیشتر کمتری هم می ماندم، چون اجناس خود را تکمیل می کردم. یک شبی که آمدم برای خرید در اصفهان، در یک مسافرخانه خواب بودم، ناگهان خواب این رفیقمان را دیدیم. تعبیر اینطوری بود، این پیرمرد اینطوری میگفت با اشک و آه این صحبت رو میکرد. میگفت دیدم که من مردم، از دنیا رفتم و در اونجا عالم قیامت هست و همه حراسان هستند. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، همه از هم فرار میکنن عزیزان، خواهر، برادر، پدر، مادر، همه از هم فرار میکنن، زن، شوهر، هر کس دنبال عمل خودش هست. گفت رفتم و دیدم همه وحشت زده و این طرف اون طرف میرم. منم خیلی وحشت زده اونجا بودم، صحنه های عجیبی رو میدیدم، عذاب های عجیبی، هول و حراس های عجیبی رو میدیدم. یک وقت دیدم که یک کسی که تمام بدنش آتش گرفته، دو تا ملک این رو گرفتند و دارن میبرن به طرف جهنم. همینطور از دور آمد و نزدیک من که شد، این حرارتش با این که دور بود از من به من اصابت کرد و من گرمای اون حرارت رو احساس میکردم. یک وقت دیدم که این کسی که تمام بدنش آتش گرفته و صورتش هم مشخص نیست، به این ملائکی که این رو می بردن، ملائک عذاب، دو تا ملک عذاب، به اینا گفت که یک لحظه بگذارید من با اون آقا کار دارم. اشاره به طرف من کرد. من خیلی وحشت زده شدم. بعد گفت که من خیلی ترسیدم. از اونجا به من صدا زد، سلام فلانی، حالا اسم فرد رو یادم رفت. من گفتم علیکم، چی کار داری؟ به من چی کار داری؟ با عصبانیت گفتم. گفت من رو نمیشناسی؟ گفتم نه، تمام صورتت آتش گرفته و من اصلا تو رو نمیشناسم. گفت من فلانی هستم، همون اسمی که شریک من در دنیا بود همون رو. بعد دقت کردم دیدم بله، تون صدایش هم همون هست. خیلی وحشت زده شدم، بیشتر وحشت کردم که این چی کار داره به من. گفتم با من کاری نداشته باش،
من و تو یک مدت شریک بودیم و تا آخر هم حساب کتابمون رو کردیم و تمام شد. دیگه من به تو کار ندارم، تو به من کار نداری. گفت نه، ولی من به تو کار دارم. ببخشید که این رو رد کردم. گفتم چی کار داری؟ من و تو که حساب کتاب ما تمام شد. گفت بله، ولی یک حساب ما مانده. گفتم چی حسابی؟ گفت حساب من این هست که یادت هست، این نکته رو خیلی با توجه و دقت بینندگان توجه بکنن. گفت یادت هست اون زمانی که در فلان تاریخ فلان جا من تو یک ده ریالی نیاز داشتی، پول خورده نداشتی، من برایت دادم. یک دفعه یادم آمد. گفتم بله، این 10 ریالی یعنی در اون زمان شاید 10 سنت ارزش داشته، 1 دلار ارزش داشته، 100 افغانی، 50 افغانی، یک پول خیلی ناچیزی بوده. نیاز داشتی و از من گرفتی و بعد یادت رفت در حساب کتاب. گفتم بله، ولی خب چرا نگفتی؟ گفت من اون وقت رویم نشد. گفتم این همه ما شراکت کردیم، حالا بگم فلان روز تو 10 ریال گرفتی، ولی تو مسئول بودی که باید یک جای یاد داشت میکردی. من در دنیا رویم نشد و واقعا هم چیز مهمی نبود، ولی الان تمام بدن من آتش گرفته، من خیلی بدهکار هستم و حتی به همون 10 ریال نیاز دارم. من خیلی با وحشت گفتم تو رو خدا من رو ببخش، من ندارم، از کجا بیارم برایت بدم؟ گفت خب حالا که نداری، من تمام بدنم می سوزد، خیلی مدیون مردم هستم، من هم به اندازه 10 ریال از آتش خود کم می کنم و به تو می دهم. گفت تا این جمله رو گفت خیلی وحشت زده به عقب دویدم، حرکت کردم که از این آدم فرار کنم. اینم همینطور که من عقب می آمدم، دستش رو با انگشتش گذاشت روی پای شست پای من. یک سوزش عجیبی من رو گرفت و من هم فوراً از خواب بیدار شدم. اما این سوزشی که در خواب بود در بیداری هم هست، داستان واقعی، یعنی نه اینکه تنها خواب. با یک جیغی از خواب بیدار شدم و هر وقتی بیدار شدم، هر کاری کردم که خودم را کنترل کردم، این آتش پای من، این سوخت پای من، من را امان نمیداد. یک وقت همه بیدار شدند، مسافرها، صاحب مهمانسرا آمد، خیلی با عصبانیت گفت چی شده پیرمرد، همه مسافرها را بیدار کردی در این نصف شب؟ گفتم یک روشنایی بیارید که من برای شما بگم. روشنایی آوردن، پایم را دیدم که پای من سوخته، این انگشت شست پای من سوخته و دارد می سوزد. داستان را با اونها گفتم، همه وحشت زده شدند چون می دیدن عملا. تا صبح نتوانستم بخوابم، خیلی سوزش داشت. اول صبح گفتن که برید بیمارستان داروی درمانی، گفتم نه، داروی من جای دیگه است. صبح زود بعد از نماز صبح حرکت کردم، گفتم ملای شهر، روحانی شهر کی است؟ گفتن فلانی. در زدم، صبح باز کرد، گفت چی خبره در این صبح زود؟ داستان رو برش تعریف کردم. گفت تو خیلی آدم خوبی بودی، حتما کارهای خوبی کردی که خداوند این عنایت رو به تو فرمود و این رو نگذاشت بر روز قیامت در همین دنیا بر تو پیام رساند.
لذاست که سری برو بگرد و این شخص را پیدا کن و دینش را ادا کن. و اون عالم گفت از این خواب مشخصه که اون از دنیا رفته، ولی برو بستگانش رو پیدا کن، ارحامش رو پیدا کن، اونهایی که از او ارث میبرد رو پیدا کن. من گفتم یک شراکتی ما داشتیم ولی خانه هم رو خبر نداریم. کار ما در شهر بود و بعد تقسیم میشدیم در روستاها. الان هیچ آدرسی از اون ندارم. گفت خب بگرد و اگر پیدا هم نکردی، سراغ هم نداشتی، خب همین 10 ریال رو به عنوان رد مظالم پرداخت کن. رد مظالم که حالا باز عرض میکنم خدمت شما این است که به اجازه مجتهد انسان رد مظالم میدهد، اگر همچین چیزهایی که یادش نرفته اون رو خداوند به همون انشاءالله حساب میکنه. و این مژده را هم بدهم که حضرت آیت الله العظمی سیستانی این اجازه را به خود افراد داده، در حال که رد مظالم باید به مجتهد تحویل داده شود، این را اجازه داده که خود مؤمنین پرداخت کنند برای فقرا. بعد بحث تا اینجا بود. ایشان میگه من گشتم، خیلی گشتم و ده‌ها برابر اون رو به فقرا دادم به عنوان رد مظالم، به دفاتر مراجع دادم، تا کم کم با خیلی دارو و درمانی که همون شب انجام دادن و بعدن مراجعه کردم کمی این سوزشش آرام شد، ولی سیاهی اون هنوز مانده. این استاد ما آجای علی اصغر قائمی می‌فرمودن که این پیرمرد با گریه و ناله گرفت و جراب خود را درآورد و برای من نشان داد این رو. لذاست که این داستان داستان واقعی بود و من این رو خدمت شما به عرض رساندم به خاطر این که مؤمنین توجه داشته باشند تمام این ثوابها و برکات در صورتی هست که شما حق الناسی به گردن نداشته باشید. حق الناسی به گردن نداشته باشید. خداوند انشاءالله این توفیق را به همه ما عنایت بگرداند. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.